یدالله حسینی در هیئت خادمون شهدای قم طی سخنانی شدیداللحن به علی پروین و حسن روشن حمله کرد. او به اسطوره‌های سرخابی تعابیری زننده ای نسبت داد. برای محمد حسین میثاقی قد نشان کشید و از صدا سیما به شدت گلایه کرد و البته حسن روشن و علی پروین گستاخی این آقا رو بی جواب نگذاشتن. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید، ویدیویی از سخنرانی یدالله حسینی رئیس هیئت خادمون شهدای قم در فضای مجازی منتشر شده که با حمله به علی پروین و حسن روشن به دلیل نام بردن از هایده و معین در برنامه تحویل سال نو، این دو اسطوره باشگاه پرسپولیس و استقلال رو آشغال کثافت خطاب میکند. او مدعی است که اگر در استودیوی برنامه حضور میداشت گلوی میثاقی مجری برنامه را میجوید. در برنامه تلویزیونی در ایام نوروز وقتی مجری محمد حسین میثاقی از دو مهمان مشهور حسن روشن و علی پروین میخواهد نام خوانندگان مورد علاقه خود را بگویند، حسن روشن ستاره قدیمی استقلال، تاج و تیم ملی میگوید معین، علی پروین کاپیتان و مربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی هم میگوید هایده و این یعنی هر دو از خط قرمز صدا سیما عبور کردند، چون مطابق معیارهای صدا سیما کسی این دو خواننده را نباید بشناسد، چه رسد به اینکه اس بیارد و چه رسد به اینکه علاقه داشته باشد. روزگاری نوار کاست و نوار ویدیویی آنها را هم توقیف می‌کردند. مجری پرسید و آنها بی ریاکاری پاسخ دادن و جمعیت هم تشویق کردند و پسندیدن. پیداست که صدا سیما برای جبران ریزش و کاهش مخاطب قدری آسانگیر شده، اما آن طرف قضیه با مشکل روبرو شدن، کما اینکه ویدیویی منتشر شده که آقای به نام حاجی عبدالله حسینی رئیس هیئت خادمون شهدای قم از صدا سیما به شدت انتقاد کرده چرا به جای دو ستاره پیشین فوتبال از رزمندگان دعوت نکردند تا در ماه رمضان خاطره بگوید. او از مهمانان برنامه به خاطر نام بردن از هایده و معین خواننده با الفاظی چون آشغال و کثافت یاد کرده و درباره مجری هم گفته من اگر در استودیو بودم گلوی مجری میثاقی را میجاییدم. یدالله حسینی در ادامه گفته این همه شهید دادیم و هر آشغالی نباید به تلویزیون بیاید. 42,000 جانباز داریم که برخی از آنها جانباز اعصاب و روان هستند. مگر 200,000 شهید در جنگ ندادیم؟ خاک بر سرتان با این صدا سیمایتان. یکی پیدا نشد بگوید برادر جان جانبازان هم شهروندان همین مملکت هم به خنده و برنامه های مرفه نیاز دارن. خیلی هاشون فوتبالی هن یا بوده هن و با علی پروین و حسن روشن خاطره دارن. پس چگونه با ادعای وکالت از طرف آنها الفاظ زشت را به جرم بیان نام خواننده مورد علاقه بر زبان می آورید؟ احتمالا رئیس هیئت خادمون شهدای قم نمی داند. خود حسن روشن برادر شهید است. چرا که برادر ارتشی او روز اول یا دوم جنگ به شهادت رسید و یکی از دلایل افت تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی کویت همین اتفاق بود. جدای این، مگر بچه‌های جانباز که از طرف آنها صحبت می‌کند فوتبالی و به این دو علاقه‌مند نبودند؟ میوه تلخ درخت خودی غیر خودی را مگر در انتخابات نچیدید و نچشیدید که می‌خواهید گردن بجویید؟ حسن روشن بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 1978 آرژانتین در گفتگو با خبر ورزشی در ارتباط با صحبت‌های فردی که نسبت به اظهارات نظر او و علی پروین در تلویزیون در مورد خواننده مورد علاقه‌شان از الفاظ رکیک استفاده کرده بود گفت اینکه من برادر شهید هستم را هرگز خودم جایی نگفتم و دوستان و اطرافیانم بودند که در محافل مختلف این مسئله را مطرح کردند. من هم طبیعتاً نمیتوانم این موضوع را پنهان کنم. اگر کسی در رابطه با شهدا صحبت یا مطرح میکند طبعاً من هم به یاد برادرم میافتم. به افسود من بچه تجریشم و برادرم اولین شهیدی بود که در بیمارستان شهدای تجریش به درجه رفیع شهادت نائل شد. این حرفا گفتن ندارد. اگر هم چنین اتفاقی افتاده به فراخور زمان بوده. آن زمان خیلی از جوانها و مردان یا زنان برای دفاع از خاک این مملکت جانشان را کف دستشان گرفتن و به جبهه رفتن، اما کاسه داغ‌تر از آش شدن برای این مردم که بالا پایین آدمها را میدانند یک معنی بیشتر نمیدهد و آن هم معروف شدن است. روشن اضافه کرد همین حالا روی تخت بیمارستان هستم
و مشغول مداوای عفونت پایی که سالها پیش جراحی شده. اما از مدتها پیش همراه با گروهی از دوستانم در شهر قم خیریه‌ای را به راه انداختیم که برای جوانان سرپناه تهیه می کند و یا برای دختران دم بخت جهیزیه می دهد. اینها گفتن ندارد، فقط می خواستم به گوش عده‌ای برسد که فکر می کند ما با آنها فرق داریم. خیر، ما هم از جنس همین مردمیم. گلزن تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ادامه داد: از قدیم الایام این یک رسم بوده که آدم‌های گمنام یا ضعیف برای اینکه مطرح شوند یا اسمی در کنند می‌گفتند فلانی ما را کتک زده، یا اسمشان را کنار اسم افرادی به کار می‌بردند که در محله یا منطقه اسم و رسمی داشتند. ما که اسم و رسمی نداریم، هرچه هست از لطف مردم است. اما به نظر می‌رسد این بنده خدایی که این حرف‌ها را زده به دنبال شهرت است. روشن خاطر نشان کرد ایرادی ندارد، ما بخیل نیستیم، انشالله خدا همه را مشهور و معروف کند. اتفاقا شهرت دردسر هم دارد، چون من مطمئنم مردم جواب این فرد را میدهد و من اصلا لازم نیست حرفی درباره‌اش بزنم. شکر خدا اندکی آبرو که تا امروز جمع کرده ایم همه به لطف و توجه و حمایت مردم بوده و لاغیر. حالا هم مردم خودشان تکلیف را روشن میکنند. امیدوارم خداوند همه ما را به راه راست هدایت کند. علی پروین هم پس از جنجال هایده در برنامه‌ای به میزبانی بشیر حسینی گفت که به خاطر عشق و علاقه‌ای که به آقاسی و عباس قادری داشته در زمان شاه به کافه میرفته. اسطوره باشگاه پرسپولیس در ادامه اظهار داشت: من در کافه لب به مشروب نمیزدم و تنها با علاقه به صدای این خوانندگان گوش میدادم. مگر چه اتفاقی میافتد اگر خوانندگانی نظیر معین به ایران بازگردند و در کشور به صورت مجاز کنسرت برگزار کنند؟ این حرکت دل مردم را شاد میکند. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ بهتر نیست آقایان دلواپس خرخره اونهایی که وعده علکی به مردم میدن اختلاس میکنند، سوء استفاده از پست و مقام، بازی با اعتقادات مردم و همینجوری زمین به نامشان میخوره بجوین؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت برامون بنویسید. ممنونم از نگاهتون.